سرخط خبرها. احتمال تجهیز نیروهای آمریکا در عراق به سپر موشکی. پنتاگون ارسال سامانه‌های پاتریوت را بررسی می‌کند. هشدار آمریکا به فرمانده جدید نیروی قدس سپاه. اگر قاآنی هم به فکر کشتن آمریکایی‌ها باشد، سرنوشت سلیمانی را خواهد داشت. نظرسنجی صلح در افغانستان. 80% مردم از توافق سیاسی برای پایان جنگ حمایت می‌کنند. و قرنطینه 2 شهر دیگر چین برای جلوگیری از گسترش نسل تازه ویروس کرونا. جشن‌های سال نو در پکن هم تعطیل شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. آمریکا ممکن است نیروهایش در عراق را به سیستم دفاع موشکی مجهز کند. منابع در پنتاگون به شبکه خبری فاکس نیوز گفتند وزارت دفاع آمریکا پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در استان انبار عراق، ارسال سامانه‌های ضد موشک پاتریوت به آنجا را بررسی می‌کند. 2 هفته قبل ایران به تلافی کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مهمترین پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق را موشک باران کرد. حمله‌ای که آمریکا می‌گوید به دلیل آمادگی قبلی کشته‌ای به جا نگذاشت. خبرنگارم نفیسه کوهنورد از بغداد با ماست. نفیسه، این اقدام آمریکا چقدر این صحبت که شده جدیه و معناش چه خواهد بود؟ اینکه آیا آمریکایی ها نگران حمله های بیشتر از سوی ایران هستند؟ حمله های دیگر رو که منتظرش هستن و معتقدن که هنوز تهدید تموم نشده، برای همین هم هست که تمهیدات امنیتی بالایی در پایگاه ها برقراره. اما مسئله سیستم دفاع موشکی به نظر میاد این کاری که حرفی که پنتاگون الان داره مطرح میکنه به خاطر سوال های زیادیه که در مورد این شد چرا زمانی که ایران موشک ها رو شلیک کرد، با توجه به اینکه 8 هشدار زود هنگام هم داده شده بود، نیروهای ائتلاف یا نیروهای آمریکایی نتونستن رهگیری کنن این موشک ها رو و منهدم، و همین هم باعث شد که فشار زیادی بر روی فرماندهانی که اینجا هست بیاد بر فرماندهای آمریکایی. اما مشخص شد که عملا در عراق به خاطر اینکه تهدید موشکی رو انتظار نداشتن، چنین سیستمی رو هم تعبیه نکرده بودن. نیروهای آمریکایی برای جنگ با داعش به اینجا اومده بودن، خب داعش چنین موشک‌هایی نداشت، انتظار شلیک موشک بالستیک به پایگاهشون در عراق نداشتن. اونطور که فرمانده‌ها اینجا به من میگن، یکی از بزرگترین و غیر مترقب ترین حمله هایی بوده که تا الان آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف حتی تجربه کردن، و تا الان این تعداد موشک دریافت نکرده بودن که به فکر این باشن که اینجا سیستم دفاع موشکی رو تعبیه بکنن. البته آوردن این سیستم ها به این آسونی نیست، برای هر کدومشون حداقل به گفته فرمانده ها 20 نیروی نظامی آموزش دیده لازمه تا بتونن از این سیستم ها استفاده بکنن. بیشتر سیستم دفاعی موشکی آمریکا در اطراف خلیج فارس در کشورهایی مثل کویت و قطر و اردن هست. اخیراً پارلمان عراق در مورد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحبت کرد. معنیش چیه؟ اینکه آمریکایی‌ها با وجود چنین خواسته از سوی عراقی‌ها همچنان در صدد این هستند که حضور نظامی خودشون رو حتی سنگین‌تر بکنن در این کشور؟ ناجی، باید یه خورده با دقت‌تر صحبت کرد وقتی که داریم میگیم عراقی‌ها میخوان آمریکایی‌ها برن، بخاطر اینکه اگر به همون جلسه پارلمان هم نگاه بکنیم، بیشتر گروه‌های نزدیک به ایران و هشت شعبی بودن که در جلسه پارلمان اضافه گروه‌های طرفدار مقتدا صدر، روحانی شناخته شده شیعه که ید طولایی در مبارزه با نیروهای آمریکایی داشته، ولی گروه‌های دیگه سنی و کرد در این جلسه حضور نداشتن. برای همین هم هست که حتی عادل عبدالمهدی سرپرست نخست وزیری عراق هم گفت که جای سوال هست که قابل هست این تصمیم یا نه. اما به هر حال فشار بر روی دولت زیاده. فردا انتظار یک تظاهرات بزرگ میره که محکی خواهد بود برای گروه‌های طرفدار مقتدا صدر و حتی گروه‌های طرفدار هشت شعبی و ایران که
آیا میتونن به تعداد کافی کسانی رو بیارن، معترضها رو به خیابان بیارن و جمع کنن علیه آنچه اونها حضور نیروهای خارجی در اینجا میگن؟ اما صحبت از آوردن هر تعداد نیروی بیشتر برحال تنش‌ها هست. اینجا همه چی هنوز خیلی مبهمه و فرمانده‌هایی هم که فرمانده آمریکایی و انگلیسی که من باشون صحبت، بریتانیایی باشون صحبت کردم، همه میگن که هنوز منتظریم که تصمیم نهایی و رایزنی‌های نهایی در پشت پرده در عرصه سیاسی انجام بشه. در عرصه نظامی هم فعلا همه چی متوقف شده، اما گفتگوها در جریان. به نظر نمیرسه که اگر حتی خروجی در کار باشه به این زودی ها به اتفاق بیفته. همونطور که گفتم واقعا این تصمیم به صورت تصمیم قطعی جامعه از طرف همه عراقی ها نیست. گروهی از عراقی ها اتفاقا نگرانن که اگر نیروهای آمریکایی از اینجا خارج بشن، عراق با بحران های مشابه گذشته مواجه بشه و حتی بعضی ها میگن که با خروج این بار آمریکایی ها عراق کاملا دیگه در اختیار ایران قرار میگیره. متشکرم از تو نفیزه کوهنورد در بغداد. نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران درباره فعالیت‌های آینده‌اش هشدار داده. برایان هوک به روزنامه الشرق الاوسط گفته اگر اسماعیل قاهانی مسیر کشتار آمریکایی‌ها را دنبال کند، به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار خواهد شد. پس از کشته شدن سرلشکر سلیمانی در حمله هوایی آمریکا، آقای قاهانی گفته بود رویه او را ادامه خواهد داد و هدف نهایی‌اش بیرون راندن نیروهای آمریکایی از منطقه خواهد بود. پوریا ماهرویان همکارم اینجا در استودیو است تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. پوریا، میبینیم که خب آقای قاهانی گفته بود که رویه آقای سلیمانی رو دنبال خواهد کرد، ولی واقعا عملکرد سیاست خارجی ایران و عملکرد نیروی قدس سپاه قرار هست که تغییر بکنه؟ ناجه، به نظر نمیرسه که بلا فاصله قرار باشه که سیاست خارجی ایران، سیاست های کلانش در منطقه که آقای خامنه‌ای تصمیم گیره در رابطهش و مجریش نیروی قدس سپاه در منطقه بلافاصله بخواد تغییر کنه. اما یه چیزی رو باید در نظر داشت که تغییر سیاست‌ها و تغییر در دولت‌های منطقه، به خصوص بخش‌هایی که نزدیک به ایران هستن، میتونه روی عملکرد سپاه در منطقه هم تاثیر بذاره. مثلا پریروز نخست وزیر جدید لبنان تعیین شد، آقای حسن دیاب، خب نزدیک به حزب الله، به تبع اون به ایران هم نزدیکه و فرق میکنه مثلا با سعد حریری که به عربستان نزدیکتر بود. هر چقدر خب حزب الله به عنوان یک نیروی شبه نظامی در سیاست نقش داشته باشه، در دولت نقش داشته باشه، خب از عملکرد تهاجمیش کم میکنه. یا مثلا به زودی نخست وزیر عراق قرار باشه تعیین کنه، شبه نظامیان شیعه نزدیک به نیروی قدس و ایران تاثیرگذارن، چهره‌ای مثل مقتدی سعد یا مثلا عمار حکیم، اینا تاثیر میذارن که چه کسی قرار نخست وزیر عراق بشه و خب دوباره این تاثیر میذاره رو عملکرد سپاه قدس در منطقه. بخش مهمی از آنچه که نیروی قدس سپاه و سیاست‌هاش رو تشکیل میداد شخصیت قاسم سلیمانی بود. آیا واقعا آقای قاهانی میتونه همون مسیر رو پیش بگیره و یا رهبری نیروی قدس سپاه تحت اداره او تفاوت خواهد داشت؟ قطعا تفاوت پیدا میکنه. به هر حال نیروی قدس سپاه چه در داخل ایران چه در خارج از ایران به اسم قاسم سلیمانی شناخته میشه. درسته سابقه نیروی قدس فرماندهی قاسم سلیمانی بیشتره، ولی در 22 سال گذشته که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بودش، این نیرو بزرگ شد. گفته میشه حتی تا مثلا 40 تا 50 هزار نفر نیرو داره و خب این شخصیت خود سلیمانی و نزدیکیش با رهبران این کشورها و فرمانده های شبه نظامیان، شخصیت های سیاسی و نظامی و مذهبی، یک ویژگی به اون میداد که بعید به نظر میرسه دست کم در چند ماه یا حتی چند سال آینده آقای قاهانی بتونه به اون مرسی برسه. از نظر ساختاری بخوایم حساب کنیم، خب نیروی قدس یکی از نیروهای چارگانه سپاهه. به لحاظ ساختار اداری و تشکیلاتی زیر نظر فرمانده سپاه، بینشون مثلا معاون هماهنگ کننده هستش، جانشین سپاه هستش. ولی در زمان آقای سلیمانی میدونستیم که خب آقای سلیمانی گزارش به فرمانده سپاه یا مثلا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نمیداد، مستقیما با خود آقای خامنه ای در ارتباط بود. آقای سلیمانی عملا وزیر مختار آقای خامنه ای در منطقه بود.
بعید میدونم که آقای قانی بتونه به زودی جاشو بذاره جای پای آقای سلیمانی و مدتی طول میکشه و بعد ببینیم که در آینده نزدیک چه خواهد اتفاق. متشکرم از سپوری ماهرویان. امیر ارژنگ کاظمی، خواننده ایرانی که با نام هنری سامان در لس آنجلس آمریکا فعالیت میکرد، در تهران بازداشت شد. پلیس گفته او سالها در تهران زندگی میکرده و دیشب در یکی از سفره‌خانه‌های شمال این شهر در حال اجرای برنامه دستگیر شده. به گفته رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی، مالک سفره‌خانه هم دستگیر شده و هر دو تحویل دستگاه قضایی شدند. دادگاه تجدید نظر انگلستان امروز در دومین و آخرین جلسه خود مشغول بررسی تقاضای تجدید نظر از طرف ایران در اختلاف مالیش با بریتانیا است. این دادگاه موضوع پرداخت سود بدهی بریتانیا به ایران در سالهای گذشته را بررسی می‌کند. بدهی مربوط به سفارش خرید صدها تانک چیفتن در زمان پهلوی که بعد از انقلاب اکثر آنها به ایران تحویل داده نشد. کسرا ناجی در گزارشش میگوید اگر دادگاه به نفع ایران رأی بدهد، شاید بزرگترین مانع عادی شدن رابطه این دو کشور از سر راه برداشته شود. دادگاه تجدید نظر، عالی ترین دادگاه انگلستان، امروز هم برای روز دوم به بررسی ادعای ایران پرداخت. ادعای تعلق تقریبا 22 میلیون پوند، 28 میلیون دلار سود بدهی های بریتانیا به ایران، رقم کمی در مقایسه با بدهی 387 میلیون پوندی بریتانیا به ایران، نزدیک به 500 میلیون دلار، رقمی که در مورد آن اختلافی نیست. دادگاه امروز پایان ده ها سال اختلاف حقوقی بین ایران و بریتانیا بر سر خرید 2300 تانک چیفتن از سوی شاه به قیمت تقریبا 300 میلیون پوند است که به علت انقلاب تنها حدود 180 تانک به ایران تحویل شد. دادگاه باید بتواند ظرف هفته های آینده تصمیم بگیرد که آیا از هنگام تحریم های ایران از سوی اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی در سال 2008 به بعد سودی به ایران تعلق می گیرد یا نه. عالی ترین دادگاه تجدید نظر بریتانیا اینجا در مورد بخش کوچکی از بدهی های بریتانیا به ایران تصمیم گیری خواهد کرد، اما اگر رأیش مثبت باشه این رأی میتونه مشکل بزرگی رو در روابط ایران و بریتانیا حل کنه. دادگاه امروز برای همسر نازنین زاغری امیدواری های ایجاد کرده است، دو ملیتی که در ایران به جرم جاسوسی به زندان افتاده. شاید حل اختلاف مالی راه را برای آزادی او باز کند. البته که ممکنه هر چه شفافتر و سریعتر این مسئله حل بشه برای نازنین و دو ملیتی های دیگه بهتره. روشنه که سپاه پاسداران، بازجوها و قاضی در پرونده نازنین به او خصوصی گفتن که حبس او به این موضوع ربط داره و این هم روشنه که این موضوع یک منبع تنش بین دو کشوره. الان هم روابط با دستگیری موقت سفیر بسیار بدتر شده، بنابراین هر چیزی که بتونه سطح تنش رو پایین بیاره برای همه خوبه. آیا همه اینها به آزادی نازنین منجر میشه؟ من نمیدونم. ما امروز اینجا اومدیم که نشون بدیم که این اختلاف ها بین دولت ها برای مردم عادی مثل ما هزینه داره. همسر یکی دیگر از دو ملیتی های زندانی در ایران هم در دادگاه حضور داشت. او امیدوار است که با حل و فصل اختلاف مالی دو کشور، انوشه آشوری هم به خانه‌اش در بریتانیا برگردد. مهندس بازنشسته‌ای که دو سال و نیم پیش در ایران به تام جاسوسی دستگیر شد. برای اینکه راستش هیچ دلیل دیگه ای ما نمی‌بینیم برای اینکه چرا یک نفر کاملا بیگناه رو دستگیر کردن و الان به مدت دو سال و نیم تو زندان نگه داشتن. بر اساس اتهاماتی که کاملا واهی بوده، هیچ دلیلی نداره و من اصولا فکر میکنم که آزادی زندانیان دو تابعیتی یا زندانیان خارجی همیشه در ازای چیزی هستش. حالا در مورد آمریکا در ازای معاوضه زندانیان بود و فکر میکنم با دولت انگلیس در ازای پرداخت این بدهیه که بهشون دارن. دادگاه امروز آخر خط دعوای حقوقی ایران و بریتانیا است، اگرچه مسئله تحریم ها و چگونگی پرداخت بدهی ها در شرایط تحریم هنوز حل نشده باقی مانده. کسرا ناجی الان از مقابل دادگاه عالی با ماست. همونطور که گفتی کسرا، آخرین جلسه این دادگاه هست، نتیجه کی معلوم میشه؟
نتیجه شاید در روزها و هفته های آینده، الان که با شما صحبت میکنم بعد از یک تنفس 45 دقیقه‌ای دادگاه دوباره جلسه بعد ظهرش رو از سر گرفت. صبح امروز وکلای طرف بریتانیایی استدلالهای حقوقیشون رو مطرح کردن که چرا نباید سودی به ایران تعلق بگیره بابت این بدهی بعد از سال 2008 وقتی که تحریم ها شروع شد. استدلالشون اینه که وقتی تحریم اعمال میشه پول مسدود میشه، دارایی های ایران مسدود میشه و به همین دلیل نمیشه این پول مسدود شده بهش سودی تعلق نمیگیره. این استدلال اینهاست. ولی به هر حال همونجوری که گفتم ظرف روزها و هفته های آینده این سه قاضی دادگاه رأیشون رو اعلام خواهند کرد. به هر تقدیر اصل پول دست کم باید به ایران منتقل بشه، اما چگونگی انتقال پول مشکل. ایران هنوز تحت تحریم اتحادیه اروپاست و تحت تحریم آمریکاست. ایران قراره تا هفته دیگه از اتحادیه اروپا خارج بشه. شاید تحریم های اروپا مشکلی نباشه، اما تحریم آمریکا میتونه همچنان مشکل بزرگی بر سر راه پرداخت این پول به ایران باشه. از این که بگذاریم، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در جایی گفته که این دادگاهی که اینجا داره برگزار میشه ربطی به وضع دو ملیتی ها در ایران نداره، که آب سردی است بر روی امیدهای خانواده های اینها که در زندان در ایران در زندان هستن. ریچارد رادکلیف که شوهر نازنین زاغری است که در ایران الان چند ساله به جرم جاسوسی دو ملیتی و به جرم جاسوسی در زندان هست، اینجا با بوریس جانسون نخست وزیر صحبت کرد. ریچارد رادکلیف میگه که به بوریس جانسون گفته که میخواییم از شما که در ارتباط با ایران شجاع باشید. به قول او گفته که امیدواریم که بتونی روابط رو بهتر بکنی با ایران، اما میگه که این رو هم باید به ایران بفهمانید که ایران نمیتونه افراد بیگناه رو، دو ملیتی ها رو زندانی کنه و از اونها به عنوان اهرم فشاری در روابط با بریتانیا از اونها استفاده کنه. این برای ایران هزینه داره. متشکرم از تو کسرا ناجی در مقابل دادگاه عالی انگلستان در لندن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رسانه‌های آمریکا به نقل از منابعی در پنتاگون از احتمال استقرار سامانه‌های ضد موشک پاتریوت برای محافظت از نظامیان آمریکایی در عراق خبر دادند. آمریکا به اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار داده اگر او هم مسیر کشتن آمریکایی‌ها را دنبال کند به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار خواهد شد. در ادامه این برنامه، توافق دو باشگاه ایرانی با کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر تغییر برنامه مسابقات لیگ قهرمانی. یک نظرسنجی در افغانستان نشان می‌دهد 80% مردم این کشور برای پایان درگیری‌ها از توافق سیاسی حمایت می‌کنند. این در حالی است که 20% دیگر به راه حل نظامی برای رسیدن به صلح اعتقاد دارند. این نظرسنجی را مؤسسه مطالعات جنگ و صلح انجام داده و بیش از 5000 نفر در آن شرکت کردند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان از کابل با ما هستند. آقای رفیعی، وقتی که 80% مردم در افغانستان از توافق سیاسی برای پایان درگیری ها حمایت میکنند، معنیش چیه؟ اونا دقیقا چی میخوان؟ در واقع امری با پیام بسیار بزرگ و پیام بسیار قوی است برای مردم جهان و برای مردم منطقه که 40 سال جنگ در افغانستان یک درس بسیار بزرگ به مردم افغانستان آموخته که ادامه منازعه به هیچ وجه با زور و با جنگ و به خصوص با قوت‌های مسلح و درگیری‌ها دیگه نمیتونه به نتیجه نهایی برسه. زمان است که باید عقل سلیم به عوض تفنگ بر وضعیت حاکم شوه و مردم افغانستان تصمیم خود را به صورت بسیار گسترده نه تنها در این نظرسنجی اخیر، بلکه در چند نظرسنجی که در طول 2 سال گذشته انجام یافته ابراز کردند.
و 20% که به راه حل نظامی برای صلح اعتقاد دارن، آیا راه حل نظامی اصلا الان گزینه ای هست که هیچ گروه جدی در افغانستان داره بهش فکر میکنه؟ البته به نظر ما چون این نظرسنجی در ساحه‌های نظامی و غیر نظامی در شهرها و حتی در مناطق روستایی تحت تسلط گروه‌های جنگی و به خصوص گروه‌هایی که در یک مقدار در مسائل مربوط به مواد مخدر و تریاک و کش تریاک سهیم هستند صورت گرفته، بیشتر شاید کسانی که دوام جنگ به خاطر هم قاچاق مسائل مواد مخدر و به خصوص کشت مواد مخدر لازم میدانن زیادتر این بحثا را انجام داده باشند. آیا اینکه 80% مردم افغانستان از توافق سیاسی حمایت میکنن این هست که اینقدر مردم در افغانستان از جنگ خسته شدن که ممکنه که حتی دوباره سلطه گروهی مثل طالبان رو بخوان بپذیرند؟ ما فکر میکنم که یک نظرسنجی دیگه، یک بخش دیگه، یک پرسش دیگه در نظرسنجی وجود داشت که آیا شما به رژیم اماراتی میخواین پناه ببرین یا به یک رژیم جمهوری. بالاتر از 65% مردم تا 70% مردم گفتن که ما به طرف یک جمهوری اسلامی میخواییم پس از جنگ، پس از قطع جنگ و پس از رسیدن به صلح. یعنی به این معنی که هنوز مردم افغانستان با وجودی که ما تجربیات خوبی در بحث انتخابات نداشتیم، مردم افغانستان باورمند هستند که یک مشروعیت خوبتر میتونن از طریق انتخابات به دست بیارن تا از طریق زور، جنگ و تقسیم بندی های قومی و سیاسی و ایدئولوژیک. متشکرم از شما عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در کابل. دو نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا پذیرفتند برای تک‌بازی‌های مرحله پلی‌آف از امتیاز میزبانی خود بگذرند. مدیران تیم‌های ایرانی که به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی سفر کرده بودند، بعد از ملاقات با دبیرکل این سازمان پیشنهاد کنفدراسیون را پذیرفتند. به این ترتیب مسابقه‌های دو تیم استقلال و شهر خودرو شنبه در امارات برگزار خواهد شد. نماینده‌های ایران و فدراسیون فوتبال قبلاً اعلام کرده بودند تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند بازی‌های خانه خود را در کشور بی‌طرف برگزار کنند. بوریا ژافره در این باره بیشتر توضیح داد. خیلی سوال‌های جدی به وجود اومده. یعنی ما باید برگردیم به اول هفته روز دوشنبه وقتی کنفدراسیون اعلام کرد که در ایران نمیتونید مسابقه ها رو برگزار بکنید، گفتن که یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد و باید که فقط در خاک ایران برگزار بشه. بعد اون مهلتی که داشتن برای اینکه میزبان اعلام بکنن، کشور سوم رو اعلام بکنن، از دست دادن. و بعد اتفاق دیگه که افتاد اینه که گفتن که میریم به مالزی مذاکره میکنیم. خب صبح امروز هم که در مالزی مذاکره کردن و در نهایت به همون نتیجه رسیدن که روز دوشنبه کنفدراسیون مطرح کرده بود. من همین چند دقیقه پیش وقتی داشتم میومدم عکس العمل های جدید رو که میدیدم خیلی باعث عصبانیت و ناراحتی شده. فرهاد مجیدی مربی استقلالم گفته که اگر که زودتر به من خبر میدادید که قراره که دقیقا همون چیزی بشه که روز دوشنبه است، من تیم رو بهتر آماده میکردم، در صورت بعد شنبه بازی بکنه. مهدی مهدوی‌کیا هم گفته که اگر که اسطوره فوتبال ایران، اگر که شما نمیتونستید قدرت چون زنی نداشتید برای این کار، مردم حقیقت رو بهتر میپذیرفتن تا این نمایشی که الان به وجود اومده. در این جلسه که عکس اون هم منتشر شده چه اتفاقی میتونه افتاده باشه؟ آیا واقعا تضمینی به اونها داده شده؟ تصور این هست که تو اون جلسه تضمین که نمیتونسته داده بشه، به خاطر اینکه اصلا کسی که تو اون جلسه هست داتو جان دبیرکله. دبیرکل تصمیم گیرنده نیست، دبیرکل مسئول اجراست. کمیته اجرایی و کمیته مسابقه ها هستن که تصمیم میگیرن و اون تصمیم رو به دبیرکل ابلاغ میکنن و بعد دبیرکل انجام میده. در واقع فکر میکنم که دبیرکل بهشون گفته که این بحث محرومیت ها و جریمه ها جدیه، یعنی که خودشون رفتن از نزدیک شنیدن که چه اتفاقهایی ممکنه بیفته و به این نتیجه رسیدن. و از طرف دیگه میشه گفتش که در نهایت این اتفاقی که افتاده با وجود تمام مسائلی که دورش بود برای فوتبال ایران اتفاق مثبتی هست، چون اگه راه دیگر را انتخاب کرده بودن ممکن بود که به محرومیت چندین ساله و جریمه های هنگفت میلیونی میلیون دلاری می انجام.
پوریا ژافره بود. دولت چین برگزاری مراسم سال نو چینی در پکن را به خاطر شیوع نسل جدید ویروس کرونا لغو کرد. همچنین ساکنان سه شهر چین به خاطر شیوع این ویروس خطرناک قرنطینه شدند. تا به حال دست کم 17 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. حدود 600 نفر هم مبتلا شدند. بیشتر موارد ابتلا در چین بوده و اما موارد دیگری هم در تایلند، تایوان، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا گزارش شده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. دو روز مانده به سال نو قمری، شهری پر جمعیت تبدیل به زندانی بزرگ شده. ویروسی کشنده به جان شهروندان شهر ووهان در شرق چین افتاده و حالا به خطری جهانی تبدیل شده. 11 میلیون نفر در شهر ووهان زندگی می کنند، بیشتر از جمعیت شهر تهران. سالانه 24 میلیون مسافر از فرودگاه ووهان می گذرند. فرودگاهی که به لندن، پاریس، دبی و دیگر شهرهای مهم جهان پرواز مستقیم دارد. از دیروز دولت چین اعلام کرد که تمام راه‌های ورود به شهر و خروج از آن بسته شده. اما هزاران نفر تا زمان این تصمیم گیری از ووهان خارج شده بودند. معلوم نیست آنها ناقل ویروس باشند یا نه. این پروازی است که همین دیشب از ووهان به لندن رسید. هیچ آزمایش روی ما انجام نشد، نه در مبدأ و نه در مقصد. فقط یک برگه گرفتیم که اگر احساس کردیم تب داریم به بیمارستان مراجعه کنیم. اما هیچ آزمایشی روی مسافران نه موقع کنترل گذرنامه نه بعد اون انجام نشد. این هم مسافر دیگری که امروز از خودش در فرودگاه ووهان فیلم گرفته و میگوید پروازش به شنزن و بعد از آن به هانوی در ویتنام لغو نشده. از زمانی که رسیدم فرودگاه ووهان متوجه شدم هیچ آزمایشی روی مردم انجام نمیدن. توی مترو دمای بدنم رو چک کردن، اما توی فرودگاه هیچ آزمایشی انجام نشد. البته این تصاویر نشان می‌دهند که در فرودگاه‌ها بدون نگه داشتن مسافران دمای بدن آنها را کنترل می‌کنند. ویروس جدید از خانواده ویروس سارس است که 18 سال پیش جان هزاران نفر را گرفت. مقام‌های چینی معتقدند ویروس از بازار ماهی فروش‌ها در ووهان آمده. این بازار حال بسته شده و مسئولان محلی در حال ویروس زدایی از آن هستند. نشانه های ابتلا به این ویروس در انسان تب، سرفه و تنگی نفس است. اسکن ریه مبتلایان نشان می دهد که در ریه آنها ضایعاتی به وجود می آید. ابتلا به ویروس کرونا از چین شروع شد و حالا در تایلند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و امریکا مشاهده شده. ویروس جدید همچنان یک معما است. سازمان جهانی بهداشت دیروز طی جلسات نفسگیر به حل این معما مشغول بود. همکاری و شفافیت دولت چین واقعا خوب بوده و ما از آنها متشکریم. آنها به ما گزارش دادند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. ما از دولت چین دعوت می‌کنیم که به همکاری با ما ادامه بدهد. شفافیت خیلی مهم است و خیلی به ما کمک می‌کند. اگر بخواهیم جهان جای امن برای همه باشد، شفافیت شرط اول رسیدن به این هدف است. تا به حال شاهد شفافیت از سوی دولت چین بوده ایم. امروز سازمان جهانی بهداشت باز هم جلسه تشکیل می‌دهد و اعلام می‌کند که آیا ویروس جدید تهدیدی جهانی است یا نه. شیدا هوشمندی، بی بی سی. شرکت خدمات ماهواره یاهصد امروز پنجشنبه 3 بهمن تغییرات در ماهواره خود خواهد داد که ایران، افغانستان و چند کشور دیگر منطقه را پوشش میده. بسیاری از گیرنده های ماهواره یا ریسیور مورد استفاده در این منطقه به طور خودکار با این تغییرات همراه خواهند شد، اما در مواردی ممکنه برای دریافت برنامه های تلویزیون بی بی سی فارسی لازم باشه دوباره کانال بی بی سی فارسی رو اسکن کنید. این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما.